نخستین روز اسفند ماه گروه حکری عدالت علی که پیش از این دور های امنیتی زندان اوین و وبسایت های ریاست جمهوری را حک کرده بود اعلام کرد در سیستم های ای و سرورهای های قوه غذایی جمهوری اسلامی نفوذ کرده و اطلاعات گسترده ای از جمله جزئیات سه میلیون پرونده غذایی را به دست آورده. بمب خبری که در کمتر از چند ساعت به صدر اخبار رسانه ها رسید و به بحث داغ کاربران شبکه های اجتماعی تبدیل شد. این گروه هکری اسناد محرمانه ای را که به دست آورده در وبسایتش منتشر کرد. با گذشت یک روز از انتشار این اسناد، جزئیات بیشتری از تلاش‌های گسترده امنیتی جمهوری اسلامی برای مقابله با گردش آزاد اطلاعات از طرق مختلف منتشر شد. این سند محرمانه که نشان می دهد شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران در بهمن سال 1400 برای بیش از چهل چهره رسانهی خارج از کشور به صورت محرمانه حکم محکومیت به اتهام تبلیغ علیه نظام صادر کرده. نام 13 روزنامه نگار کنونی و سابق صدای آمریکا که به طور قیابی محاکمه و محکوم شدهاند در میان اسناد منتشر شده. نیوشا بقراتی، مهدی فلاحتی، سارا دهقان، حمیده آرمیده، روزبه بلهری، محتاب وحیدی راد، پیام یزدیان، آریان ریسپاف، آرش سیگارچی، مهدی آقا زمانی، بیژن فرهودی، بهروز سور اسرافیل، ستاره درخشش، همچنین روزنامه نگارانی از رادیو فردا، ایران اینترنشنال، بی بی سی فارسی و تو در این فهرست به چشم می‌خورند. تلاش گسترده و سیستماتیک جمهوری اسلامی برای تهدید و ارعاب روزنامه نگاران خارج از کشور در میان مستندات منتشر شده اسنادی هم وجود دارد از برخوردهای امنیتی با روزنامه نگاران داخل کشور در چهار ماه نخست خیزش سراسری سال 1401 بازداشت 57 خبرنگار و روزنامه نگار شامل 38 تن در تهران و 19 تن در شهرهای دیگر در میان اسناد مالی حک شده ی قوه قضایی هم این سند در میان کاربران شبکه های اجتماعی بازتاب گسترده ای داشت هزینه تعمیر و سردوزی دوازده عدد شلاق سفارش دادسرای ناحیه 38 تهران به تولیدی کیف پایزه، بخش بزرگی از کاربران شبکه های اجتماعی هم با جستجوی نام و مشخصات خود در وبسایت این گروه هکری از دادخواست و اتهام‌های های وارد شده به خود یا نزدیکانشان خبر دادند. برخوردهای امنیتی با سلبریتی ها و چهره های مشهور ورزشی و هنری که در اعتراضات اخیر با مردم همراه شدند نیز بخش پرهاشیه ی این اسناد بود. فهرستی بلند بالا از ورزشکاران و هنرمندانی که با اتهامهای امنیتی جدی روبرو شدند. افشای جزئیات سه میلیون سند محرمانه قوه قضایی پس لرزه های بزرگی به دنبال خواهد داشت و بررسی دقیق این اسناد در روزهای پیش رو جزئیات مهمتر و دقیقتری از نقشه جمهوری اسلامی برای مقابله با مخالفین و روزنامه نگاران را مشخص خواهد کرد. آریان ریسباف، صدای آمریکا.